در این قسمت پیام مترجم نامدار، مترجم آثار بزرگ ادبیات جهان، از داستایفسکی تا گنجاروف و بسیار کارنامه نزدیک به 50 کتاب مهم ادبی رو به زبان فارسی ترجمه کردن و این سالها ساکن پاریس هستند و دوست دیرینه آقای رضا سید حسینی مشیری و بسیاری از اهل قلم. متن پیام آقای سروش حبیبی رو فرزند برومند مشیری، بهار مشیری قرائت خواهد کرد. شرمنده شدم شما رو کشوندن مجددا. با سلام خدمت عزیزان، تشکر از این همه محبت که این کلام کم هستش. از گرمای سالن من باز هم شرمندم، نمیدونم چرا اونقدر که باید خنک نیست یا روشن نیست یا یه اشکالی داره. نامه هست از آقای سروش حبیبی، دوست عزیز پدر، و من ارادت بسیار زیاد به ایشون دارم به خاطر اینکه در واقع احساس میکنم ترجمه هاشون چیزی از نویسندگی کم نداره. نامه اینجور شروع میشه: فریدون جان سلام، 81 سالگیت مبارک. تو را آنجا در ردیف اول میان دوستان میبینم با آن لبخند شیرینت که در جواب من دستی تکان میدهی. گل وجودت را نه فقط امروز و نه در این مجلس حاضر میبینم و نفس گرمت را حس میکنم، بلکه همیشه و همه جا در دل ما و دوستانت که در سراسر دنیا چه فراوانند حاضری و در همه گرمی و شوق میدمی و مشام جانمان را معطر میکنی. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به یاد دارم تازه مهندس شده بودم و در وزارت پست و تلگراف نو خدمت و تو را گاهی که شعر میگویی و تو را گاهی در راهروهای وزارتخانه میدیدم. جوان خوشروی پرجام و جوشی بودی و میدانستم که شعر میگویی، ولی ذهن من مثل ذهن بیشتر مهندسان در برهوت کتاب‌های فنی سرگردان بود. از شعر چیزی نمی‌دانستم و به قول تو در سینه‌ام ز عشق نمی‌جوشید آن شعله‌ها که خرمن جان سوزد. با تو هم فقط از دور آشنا بودم. بعدها رفته رفته به همت سید رضا سید حسینی، سید جان سلام، پایم به مجله سخن به این گلستان شعر و ادب باز شد و با تو هم از نزدیک آشنا شدم و آشنایی ما به زودی دوستی و بعد رفاقت شد تا امروز که ادامه دارد. شعر تو مرا به دنیای جان می برد و با روانی و صفای بی نظیرش مثل جویباری زلال با زمزمه دلنشینش راه این بهشت را برایم هموار می کرد. مسئولیت صفحه شعر مجله روشنفکر و به گمانم سیاه و سفید هم با تو بود و اشعاری را که برای این دو نشریه می رسید می‌خواندی و اصلاح کردنی ها را اصلاح می‌کردی تا چاپ شود و بسیاران جوانان بازوقی که با کمک و راهنمایی تو شاعر شدند. تسلط تو بر شعر سهل و ممتنع و خلاصه طبیعی بود، فقط آموخته نبود. شعر با جانت عجین بود. به یاد دارم که در اوایل دهه 50 در رادیو هم در بخش شعر و هنر مشاور بودی. آن وقتها برنامه‌ای بود به نام گل‌های تازه، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، و سایه که خود آفتابی است در آسمان شعر و هنر ما مسئولیت این برنامه را به عهده داشت. در یکی از برنامه‌ها استاد شجریان ترانه معروف عارف را که با این بیت شروع می‌شد: از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر و قدشان
صرف خمیده میخوان و الحق چه خوب میخوان و من هنوز وقت و بی وقت به آواز دلانگیزش گوش میدهم و بی اختیار اشکی از شوق در چشم میآورم. باری این برنامه به آن صورت به نظر سایه چیزی کم داشت و اون میخواست شعر دیگری که به آن مناسب باشد به آن بیفزاید و از تو هم که به تصادف سری به او زده بودی خواست که در این جستجو کوششی بکنی و تو بی‌معطلی چنان که مدت‌ها جستجو تأمل کرده باشی و ترانه عارف خود به خود به گلستانت برده باشد به دنبال آن گفتی ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد و این به قدری به جا بود و نتیجه آن به قدری متناسب و زیبا از کار در آمد که همه تحسینت کردند. تو با این انتخاب دو گوهر ناب و شاداب را چنان در کنار هم قرار داده بودی که زیبایی آن چند برابر شده بود. برق تحسین در چشمان سایه درخشید و تا مدتی این بدیه گویی زیبای تو بر زبان دوستان بود. یادت می آید سالی که استاد بزرگوارمان دکتر خانلری به مناسبت جشنواره هنر اسلامی عده‌ای را از طرف مجله سخن به لندن فرستاد. تو و من هم در این گروه بودیم. هوشنگ طاهری و تورج رهنما و جمال میرصادقی و محمود تفضلی و ابوالقاسم پاینده و خیلی های دیگر هم بودند. یاد همه‌شان از رفته و باقی به خیر. تو و من همیشه در این سفر با هم بودیم. باری در آن سفر من به یکی دیگر از خصائل تو پی بردم. بعدها که شعر بیشتر خواندم گاهی ذوقم گل می کرد و بیتکی می سرودم و پیش تو می آوردم. لابد به امید شنیدن تحسین تو از روانی طبعم. ولی البته نغمه ناسازم سزاوار تحسین نبود. فقط همان داستان کلاغ و کلاغچه بود. تو برادروار واژه‌ای به جایی می افزودی. کلمه ای از جای دیگر بر می داشتی و یا واوی و ویرگولی را جا به جا کردی و طبع من به دست تو گوهر شب چراغ می شد و من حیرت می کردم و با سروده خود پیش این و آن پوز می دادم. تابستانها گاهی با ایران همسرم به دیدن خانواده حمیدزاده می رفتیم. شمال به اتفاق آنها به سراغ تو می آمدیم. به آن خانه ای که سرسبزی نیم لحظه اش سبزینه هفت سبززار بود و کانون گرم صفا. گاهی دست جمعی به دیدن سیمین بهبهانی می رفتیم. سیمین جان سلام. و در این محفل انس جو صفا و محبت را غنیمت می شمردیم و جانمان خرم می شد. یاد اقبال عزیز به خیر که با تو قرین بود و ما را به گرمی پذیرا بود و بهار و بابک که دست گل‌های نورسیده‌ای بودند و مثل دو گنجشک شاد و شاداب خرمی می کردند و باغچه را با قوقای شادمانه‌شان نشاط می بخشیدند. صدای شادی گنجشک ها، صدای بهار، نگاه و ناز بنفشه، تبسم خورشید، ترانه خواندن باد، جوانه کردن بید، صدای کف زدن لحظه ها برای بهار. آنجا این چیزها را که تو وصف کرده ای می دیدیم و حس می کردیم.